سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در روزهای گذشته اخبار مختلفی در رسانه‌ها اتفاق افتاده، حاشیه‌های بسیار جذاب خاصی بوده که من می‌خواستم به تکتیکش بپردازم و دیدم که عمده شما پیام میدید، به خصوص دوستان خارج از کشور. آقا ایران چه خبر؟ ایران چه خبر؟ از ایران بگو. من به خاطر شما مجبور هستم و مجبور شدم که بخش قابل توجهی از محتواهای خودم رو به داخل ایران اختصاص بدم، هرچند اتفاقات بسیار مهم دیگری از این حواشی اگر دور بشیم افتاده که البته خب فرصت نکردیم پیرامونش بخوایم صحبت بکنیم. ویدیوهایی رو میخوام خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم از حاشیه‌های سفر سید ابراهیم رئیسی به سازمان ملل. دوستان قبل از اینکه این سفر خدمت بخواد اتفاق بیفته، من قبلا خدمت شما عرض کردم یه چیزی رو ما شاهد بودیم، اونم یه تیم هوشمندی بود که در حوزه رسانه‌ای اومد که رئیسی تو این سفر حرکت‌هایی انجام داد که این حرکت‌ها جدید بود. ما قبلا شاهد این بودیم که رؤسای جمهور ما میرفتن خارج از کشور یا یه چهره میرفت خارج از کشور یا یه سلبریتی که میخواستن این رو جذبش بکنن بندازنش توی حالتی که اولا مارپیچ سکوت اتفاق بیفته، بعد برای اینکه ولش کنن شروع کنه چنگ و دندون کشیدن علیه ایران. همه اینا وقتی میرفتن یکی پیدا میشد، گوشی میگرفت دستش میافتاد تا راه میافتاد دنبال اینا، میگفتش دوربین ما اسلحه ما، دوربین شما اسلحه شما نداریم ما، اگه قرار باشه دوربین ما هم اصل ما باشه زندگیت می‌ریزه به هم. تو فردا صبح می‌خوای از تو خونت بیای بیرون راه بری من با یه گوشی بیفتم دنبالت، اذیت نمی‌شی؟ امروز خیلی از چیزهایی که در غرب تلاش می‌کنن که قانونش بکنن میگن قابل لحاظ روانشناسی بررسی کردیم، این روی اعصاب طرف اثر می‌ذاره، طرف رو از حالت عادی ممکنه خارج بکنه، ممکنه کلافه بکنه، ممکنه اعصابی کنه، باید جرم انگاری بشه. صبح تا شب یه دوربین بگیرم در مقابل شما، آقا دو نفر داری کلکل می‌کنی تو خیابون، من بیام کنار یکی شما هستم گوشی بگیرم دستم دوربین من اصله من، اون عصبانی نمیشه؟ رفتارش تنش‌آمیز نمیشه؟ با خودش میگه ادارن منو ثبتم میکنن؟ خب این بازی کثیفیه. تیم رسانه سید ابراهیم رئیسی امسال یه کاری که گفت خیلی خوب کثیف میخوای بازی کنی اشکال نداره، من یه نفر میارم این فقط از شما فیلم بگیره، فقط دوربینش اصلهش باشه، بانو معصوم علیجاد قومی کلا یک بیشرف بی وطن حرف قشنگی زد، گفت دوربین ما اصله، ما میخوایم اقتدا کنیم بهش، دوربینمون رو کنیم اصله خودمون. اتفاقاتی در این سفر رخ میده که به شدت جماعت وطن فروش رو سوژه میکنه. دو سه تاشو میخوایم با هم ببینیم. ویدیو اولی که خدمت شما پخش خواهم کرد سگ معصومه قومی کلا نشون رو سام رجوی قلاده شو ول کردن کف سازمان ملل بیاد اونجا پاچه رئیسی رو بگیره، میاد جلو شروع میکنه کلکل کردن با به اصطلاح خودمون تیم رسانه رئیسی. دوستان دقت بکنید، همینایی که میگفتن دوربین نمیدونم چی و فلانه، دوربین جلوشون میگیری دست و پاشون گم میشه، بس که این اقدامی که به لحاظ روانی وزن داره. یعنی شما اگر میبینید یک نفری دوربین بردن جلوش یه رفتار بدی به خرج داد، فکر نکنید که حتما طرف یک آدم یک بیمار روانیه، نه نه، جلو هر کدوم از ما این دوربین رو به همین شکل بگیرن تمرکز آدم گرفته میشه. حالا نگاه بکنید لحظه ای که جلوی خود این فرد دوربین رو گرفتن چطور بی تمرکز میشه و چه عراجیفی میگه، ببینیم ویدیو رو. ما سینمون رو میذاریم چلو فیلماتون، سینمون رو میذاریم که دارم فیلم میذارم، دقت کنید ما سینما میذارم جلوی دوربینتون، سینه رو میذاری جلوی دوربینشون، سینه رو باید سپر کنید در مقابل گلوله. اینجا نگاه کن، اینجا جای گلوله است، من دکمه های پیرنم آمدانه باز میذارم، همیشه دوست دارم که زودتر اینجا استقبال کنم، اینجا جای گلوله یه که در راه دفاع از وطن باید خورده بشه، سینه تو جلوی دوربین یه مقدار احمق به خرج به نظر میرسی، ولی خب حق میدم این حماقتی که به خرج میدی رو حق میدم به خاطر اینکه تمرکز نداری. دوستان یک نمونه دیگه ویدیو قبلا خدمت شما ارائه دادم، چون این یک پیونده، یک چجوری بگم، یک مطلب پیوسته است، ضروری هست اون رو هم دوباره با هم ببینیم هرچند که تکراری به نظر میسه. ویدیویی هست از خبرنگار شبکه ملکه، البته این چون عزادار ملکه هم هست که خورده بی تمرکز نمود بهش حق بدم، لحظه که دوربین بچا فقط واسن دوربین گرفتن، بچا دوربین بگیرید دوربین بی شرفو ببینیم که چجوری میخوان رئیس جمهور ما رو به چالش بکشن. خبرنگار ایستاده، خبرنگارا شروع میکنن سوال کردن از رئیسی، سوالشون هی همهمه میشه تو هم دیگه، این واسطه اونجا هی آقای رئیسی سلام، آقای رئیسی سلام. ببینیم ویدیو رو، تمرکزی که از سعودی اینترنشنال ها گرفته شد به واسطه این دوربین، حالا سوژه دیگری هست که اونها رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. اجازه بدید من سرعت این ویدیو رو کمش بکنم. بله تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌پرسید اینکه حتی به داروخونه حتی دارو اجازه نمی‌دن دارو برسه به مردم ایران، درباره این صحبت می‌کنید که
تحریم هایی که شده جنگ اقتصادی علیه ایرانه. خیلی خوب این بخش رو هم دیدیم. آقای رئیسی سلام، یه سلام کاش رئیس جمهور روش میگه، بعد رفت در افق محو شد، یه کلا خبر ازش هم از این سوتیا خیلی زیاد دادن. خبرنگار سعودی اینترنشنال میاد وایمس جلوی در به اصطلاح خودمون خروجی که رئیس جمهور قرار بود ازش بیاد، میگه که یقین میدونم که رئیس جمهور از اینجا خارج نخواهد شد. خفه شو بابا، چرت و پرت، چرا خارج نشه؟ اگه قرار هست اینجا میزبان کشورها باشن برای سازمان ملل، همه باید حق داشته باشن رفت آمد بکنن دیگه. خارج نشه چی؟ من اجازه دارم رفت آمد داشته باشم، کی میخواد جلوی منو بگیره؟ وقتی اجازه دارید همه بیاین، همه باید بیاین دیگه. بحث نداریم که اینجا شروع میکنه به اصطلاح خودمون زرنگ بازانه تحلیل کردم. کل کار رسانه اینها همینجور چرت و پرته، اصلا هیچی برای شما ندارن بگن، همش توهم توهم توهم. میگه من یقین دارم آقا ایشون نمیاد، از این در خارج نخواهد، چرا خارج نشه؟ چه غلطی میخواید بکنید؟ چیکار میخواید بکنید در مقابلش؟ خارج میشه و لازم بشه تو دهن شما هم میزنه. بعد میگه که بله من مطمئنم که ایشان خارج نخواهد شد. آقای رئیسی رو داریم مشاهده میکنیم در لحظه‌ای که داره از در خارج میشه. ببینیم ویدیو رو با هم دیگه. پترش ملاقات کنه، من فکر نمی‌کنم از اینجا بیاد رد بشه. تیم امنیتیش از صبح مزاحم ما شدن. حتی دوستان یه چیزی من بگم، این ویدیو رو میذارم کانال، این تیم امنیتی که میگه میدونی داستان چیه؟ این همون دوربین دست رو میگه. من این روزها خیلی به تیم رسانه دولت تیکه انداختم. دوستانی که نزدیک من هستن میدونن، رفقایی که تیم رسانه آقای رئیسی هستی، من بعضی جاها خیلی حرفای تندی در مقابل این اون درباره شما زدم و اینجا باید از شما عذرخواهی بکنم. چون همین یه حرکت، همین دوربینی که برداشتیم بریم بابای اینا رو در آورد، همین که دوربین شما اسلحه شما رو برد، همه این ناراحتی منو، تصورات منو و اون کلافگیه که داشتم رو شست برد. من واقعا ازتون ممنونم. دیدیم یه تیم امنیتی ایشان ما رو نمیدونم چی کرده فلان. این همون دوربینه رو میگه، دوربین راه افتاده. 1000 تا وطن فروش بیاری از تک تک 9000 تا فیلمبردار میارم، چرا باید اینجوری باشه؟ دوربین اصل است دیگه، منم میخوام بگیرم، تو هم به اصطلاح خودمون حرف داری بزنی، میخوام ثبتت کنم، تصویراتو بگیرم، با بقیه‌تون هم همین بازی رو ادامه خواهیم داد. بریم ویدیوش رو ببینیم. بچه زرنگ سعودی اینترنشنال داره اینجا توضیح میده چقدر این تحلیل دقیقه، چقدر این تحلیل هوشمندانه است. همه تحلیلش هم جوریه. یقین دارم آقای رئیسی نمیاد. آقای رئیسی اومد. بریم ببینیم. پترش ملاقات کنه، من فکر نمی‌کنم از اینجا بیاد رد بشه. تیم امنیتیش از صبح مزاحم ما شدن. حتی اجازه ندادن در قسمتی که بخشی از هتل هستش. بله. ما می‌بینیم که ابراهیم رئیسی به نظر میاد داره میاد از این هتل خارج بشه. من تیم امنیتیش و برخی خبردارا همراهش رو می‌بینم که اونجا هستن. بله. خیلی خوب این ویدیو رو هم دیدیم. ویدیو دیگری بود از به اصطلاح خودمان دلغک بازی سعودی اینترنشنال ها. ولی فارغ از همه اینها، رئیسی کاری کرد به جز اون عکسی هم که از حاج قاسم بالا گرفت و بعد صهیونسا بلند شدن رفتن و به جز هم یه چجوری بگم، یه حرکتی زد. من این حرکت خیلی دوست داشتم و من به احترام این حرکتی که آقای رئیسی انجام داد، فکر میکنم که باید کلاه از سر به احترام ایشون برداریم. این حرکت محشر. ایشون بلند شد رفت اونجا، یه دیداری داشت با دبیر کل سازمان ملل. رئیس سازمان ملل بلند شد اومد به اصطلاح خودمون پیش آقای رئیسی. بعد آقای رئیسی گفتش من دوتا هدیه میخوام به شما بدم، دوتا هدیه برات آوردم از ایران. یکی از این هدیه ها بوستان سعدیه. نه قرآن و چیزای مذهبی و اینا هم دارم، من تو الان میخوام یه خورده از ملیتم استفاده کنم. بوستان سعدی برات آوردم، برو بخون ببین ما این تو چی نوشتیم. ترجمه‌ش هم هست، همه چیش هم هست. این تاریخ ماست، این فرهنگ ماست، این هنر ماست، این چیزی هست که ما داریم بهش به اصطلاح خودمون افتخار میکنیم در مقابل اون وحشی‌های سعودی که یک قبیله یا کشور تشکیل دادن و در منطقه‌ای که یه سریاشون واقعا دور از جون چجوری بگم ملت‌هاشون اراذلو باشن، ما ایرانی هستیم که با اصالت، با تاریخ، با گذشته. یه حرکت دیگه ایشون انجام میده که ما حرکتو خیلی دوست داشتم. میگه که خب این کتاب تقدیم شما، ببین یه سری سندم برات آوردم. تو رئیس سازمان مللی درسته؟ من یه سری سند برات آوردم. این سندا اسناد خلیج فارسه. جایی هست در نزدیکی کشور من اسمش خلیج تا قیامت فارسه. ما توی همین کشور امارات و کشورهای اطراف پادشاهایی رو داریم. پدران اینها زمانی که می‌خواستن تردد بکنن، به اصطلاح خودمون توی گذرنامه های اینها مهری خورده که همین خلیج فارس تایید کرده. حالا من تو برنامه تخصصی قبلا اینا رو خدمت شما دادم، تو نقشه هاشون هست، تو گذرنامه باباشون هست، تو تاریخ اومده. حالا یه عده دریوزه پیدا شدن، 4 تا
بیشرف مثل ابی هم افتادن پشت سرشون، بی وجودهایی که خلیج فارس سانسور کردن و چیزای این شکلی رو سانسور کردن اینا، با کمک اینها دارن تو فضای فارسی زبان خلیج جعلی رو راه میندازن و جا میندازن و غیرت بخشی از فارسی زبان‌های ما رو از خلیج فارس کم میکنن. رفیقی که در مقابل من ایستادی و از من بدت میاد ولی برنامه من رو میبینی، آقا شما مگه ملی‌گرا نبودی؟ مگه فریاد نمیزدی که ما عرب پرست نیستیم و چی میپرستیم این حرفا؟ مگه شما نمیگفتی ما طرفدار کوروش کبیر هستیم؟ تحلیلیه رو اینا هم که میگن ایرانو به اصطلاح خودمون کوروش و تخت جمشید دارن فیک بازی میکنن، میخوان ما رو، مگه تو اینا رو نمیگفتی؟ خب خلیج فارس چرا فریاد نمیزنی؟ چرا از لیدرهای جریانت نمیخوای مطالبه نمیکنی که یک بار بدون تعارف بدون ترس بگن خلیج فارس؟ شما همین رئیسی رو مسخره میکنید، متهم میکنید به اینکه این در رأس یه حکومت عرب عرب‌پرستیه، این بنده خدا بالا شرفته سازمان ملل سندی که برده هدیه بده سند خلیج فارسه. کمی منصف باشیم، کمی فضا رو منصفانه ببینیم. من طولانی ترش نمیکنم روی این بحث، فکر میکنم تا همینجا کافیه. ویدیویی که دیدیم، من تشکر میکنم، البته ویدیوشو ندیدیم، من ویدیوشو برای شما پخش نکردم، بریم ویدیوشو ببینیم. موسون استنادی من واقعا یکی از علاقمندان پرفاقورس تاریخ هستم و کتاب های تاریخی رو خیلی خوب، این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم. من یک عذرخواهی بدهکارم آقای رئیسی، این ویدیو رو شما قطعا نخواهید دید، انقدرم درگیر هستین که فرصت نمی‌کنیم. ما از شما عذرخواهی می‌کنیم چون فضای کشور ما انقدر این روسا ویژه و خاص بود که ما فرصت نکردیم سفر شما رو پوشش بدی. حرفای جذابی زده شد، چیزهای خاصی، چندین مسابقه خیلی جذاب، کنایه‌های زدیشون که تک تک اینا جای کار داشت. من واقعا افتخار کردم بگم که این رئیس جمهور ایران، این هوشمندانه داره اینجا بازی میکنه، رندانه داره بازی، هزار و یک نقش بشه به خودش و دولتش، و این رئیس جمهور ایران خیلی خوب داره بازی میکنه. من عذرخواهی میکنم که نتونستیم شما زحماتتون و حضورتون در این سفر رو به خوبی پوشش بدیم، ولی خب به دلیل شرایطی هست که در جریان هستیم. اینجا مردم به استقبال رئیسی اومدن در داخل فرودگاه، آقای رئیسی داره برای اینها صحبت میکنه. من میخوام بخشی از این ویدیو رو ببینیم. ارث خود میبری و زحمت ما میداری. ایشون داره اینجا اشاره میکنه به اون کسانی که گرداننده اغتشاشات ایران هستن، در اطراف ایران نشستن، در کشورهای همسایه، دارن تلاش میکنن میدان رو مدیریت بکنن. صحبت ایشون رو ببینیم. ارث خود میبری و زحمت ما میداری. بله زحمت ایجاد میکنه، اما ملت بزرگ ایران راه خودش رو داره میره با رهبری پیامبرگونه رهبری معظم انقلاب اسلامی، رهبر حکیم و فرزانه ما راه خودش رو داره طی میکنه. یه شعاری رو جلو آیت الله خامنه‌ای دادن، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا. بعد آیت الله خامنه‌ای گفتش که بچه ها فعلا این شعار رو نگرش دارید، ما به وقت ما الان تو خلیج فارس و این مروبر اینا پسی خور کردیم، ولی شعار رو نگرش دار، فعلا باش کار دارم، فعلا باش کار دارم، فعلا داریم گفتگو کنیم. اینجا این افرادی که شما دارید مشاهده کنید شعار رو اومدن ادیتش کردن، گفتن که خیلی خوب حالا که آیت الله اونجا اون حرف زد ما شعار رو عوض کنیم، نه سازش نه تسلیم، یار ولایت هستیم. شعاری هست که جمعیتی که اومده به استقبال آیت الله رئیسی تغییرش داده. ببینیم. میخوان سوار بشن بر یک موجی و ایجاد بلوا و اغتشاش کنن، خیال میکنن که با این نوع حرکت ها میتونن ملت رو متوقف کنن. ما که بارها اعلام کردیم اگه کسی سخن حقی داشته باشه، اگه کسی حرفی داشته باشه، حرفش شنیده میشه، اما اغتشاش و امنیختن امنیت کشور، امنیت مردم، این که کسی زیر بار نخواهد رفت.
اونی که امروز ملت ما رو متحد کرده، منسجم کرده، همه رو پشت سر رهبری قرار داده. بنده هم به عنوان خدمتگزار این مردم، به عنوان طلبه خدمتگزار این مردم، در هیچ عرصه‌ای بدانم که ما توی هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد امنیت کشور، امنیت مردم به مخاطره بیفته. تکبیر! الله! خیلی خب، این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم. رئیس جمهور رو در صحنه آخر و در لحظه آخر در بین مردم دارید مشاهده میکنید، بین مردم ایستاده داره سخنرانی میکنه و در خوش فوق العاده است. یه تشکر ویژه باید بکنم بچه‌هایی که یه همایشی راه افتاد بعد از تظاهرات تهران توی میدان آزادی، یه جمعیتی هم بلند شده رفت میدان آزادی، بچه‌هایی که اسم خودشون رو گذاشتن اجتماع امام حسنی ها اگر اشتباه کنم. بخشی از عزیزانی که بلند شدن رفتن اینجا از میدان آزادی حرکت کردن همین بچه‌های تجمع امام حسنی ها هستن. دمتون گرم رئیس جمهور که از خارج از کشور اومد، ما فرصت نکردیم بهش بپردازیم، ولی شما رفتین اونجا به استقبال رئیس جمهور و این کار بسیار خوب و شایسته بود، لازم بود به اسم شما هم اشاره بکنم. نکته دیگه ندارم. اگر احساس کردین نکته ای ازتون در قالب پیام برای من بفرستید، پرچم ایران بالاست، من با همه توان و با همه انرژیم، من مزدور مردم ایرانم، مزدبگیر مردم ایرانم، مزدبگیر مردم ایران، مردم ایران به من مزدبه، من مزدورشونم، با افتخار کنار پرچم وطن ایستادم، دفاع میکنم. هر بی همه چیزی هم میخواد راشو از ما جدا بکنه، ما حساب خود زنا اهلان جدا خواهیم کرد، سر جدا بر شاه مردان اقتدا خواهیم کرد. مفصل برای شما در خصوص ناآرامی های اخیر برنامه خواهم داشت، سری هم هستم، پنهانی صحبت نمیکنم، در لفافه حرفمو نمیزنم که مخاطبم بریزه بریزه، من تعارف و کسی ندارم، ایستادم از وطن دفاع میکنم، از سنگرهای جمهوری اسلامی دونه دونه دفاع خواهم کرد، به خاطر اینکه این حرم اگر بریزه، این اردوگاه اگر آسیب ببینه، این قرارگاه اگر آسیب ببینه، کل منطقه تحت شعاع قرار خواهد گرفت. نکته ندارم. اگر نکته داشتین برای من بفرستین. وقتتون بخیر.